سلام رفقا من دانیال سعادتی هستم اینجا پی پی زی پادکست امروز یه عکاس حرفه‌ای خلاق سرور سلمانی عزیز مهمون برنامه‌مونه سرور چطوری سلام خوبی مرسی تو خوبی مرسی چه خبر سلامتی همه چی اوکیه کارو, کارو, کار و کار و کار کار و کار تو سخت و سخت همیشه مشغول آره. کاری چطور پیش میره کار خوبه خوبه خدا رو شکر مثل همیشه پر انرژی و پر قدرت آره فکر میکنم امیدوارم که باشه واقعا آره این جوری. جوری شو میکنم من یه چیزی که خیلی واسم جالب بود این که دوست داشتم با هم دیگه صحبت بکنیم این بودش حالا جدا از این که من از کارت خیلی خوشم میاد ایده های همیشه باحالی داری کارت متفاوته واقعا اینکه در کنار حالا اون ساید عکاس بودنت یه سری سری جالب دیگه هم داری یعنی داستان زندگی تا چیزایی که همیشه تو اینستاگرام تو اینا می نوشتیم من می خیلی ترغیبم هم کردش که با هم دیگه این کار انجام بدیم و تو اولین عکاسی هستی که تو این برنامه هستی چون من دوست آره <تصفح> چون من دوست <تصفح> داشتم <دوست> <تصفح> اگه یه عکاس میاد بچه های ادیتور مثلا بودن فیلمبردار دو بودن مهار. دوست داشتم اگه یه عکاس میاد فقط یه عکاس نباشه مرسی که این افتخار دادی که من واسه افتخار واسه ای من <تصفيق> <خلص> <تصفيق> که اومدی مرسی دوستم اول از خودت شروع بکنم دوست دارم بدونم که چند سالته چند تا خواهر برادر داری تو چه سبک خانواده بزرگ شدی خب خواهی خودت شروع کن تو چون چیزی که میدونم گویندم بودی تو یه زمانی گوینده آره. بودم یعنی من میسپارم به خود دیگه آره. <تصفح> تو خود هرچی سلام میدونی <تصفح> یه زمانی گوینده بودم و کار دوبله انجام میدادم خیلی بچه بودم و <تصفح> دیگه گفتم خیلی واسم اولویت نبود و گذاشتمش کنار من سرورم و 27 سالم میشه تقریبا دو هفته دیگه هرچند که بهم نمیاد میدونم آره بابا الان میگم مثلا 20 سالمه آره 27 سالمه امیدوارم که یه روزی ولی سنم به قیافم بیاد آره بعد ولی خوبه دیگه کسایی که بیبی فیسن دیرتر هم پیر میشن دیگه از اون ور به نفعشون میشه دیگه با تجربه شرایطی که الان وجود آره. داره فکر میکنم خیلی روند پیریم سرعتش زیاد شده چون تقریبا آه. تو ماهای اخیر چهار تا خال سفید در آوردم ولی اول مهاجرت طبیعیه آره. یه سال دیگه عکسای خودت تو اون موقع تو بعد مقایسه <applause> حالا کنی الان موقع بعد برم شروع کنم سنمو بیارم پایین من یه برادر کوچیکتر دارم ده سال و شیش ماه ازم کوچیکتره یعنی هیوده سال و شیش آره. ماهشه دقیقا. ده سال و شیش ماه ازم کوچیکتره و پدر و مادرم پدر هم... سب خانواده بودی؟ مادر بسیار پوش کننده اوپن ماین. از بچگی به من میگفت برو تنها زندگی کن اصلا افرین. تو چرا تو خونه من چیکار میکنی مامانم ناراحت بود اصلا ناراحت چخافاً. بود بعد خیلی جالبه من تهران پنج سال تنها زندگی کردم امه. تایمی که تهرانم تنها زندگی میکردم مامانم اینطوری بود اصلا چرا تهرانی اصلا چرا اینجا هستی اصلا در شعاع ما نباش برو فقط همیشه به من میگفت چرا میخواست پوشت کنی میخواست دست <تصفح> من داد میگفتم می مامان تهران که بودم میگفتم مامان من که خونه تو زندگی نمیکنم تو چرا انقدر من خسته <تصفح> ای همش برم نه باید تو بری تو باید بری تو مال رفتنی دیگه ما هم رفتیم ولی خب پدر بسیار حساس و البته که من بچه تر که بودم خیلی مقاومت داشتم در مقابل حساسیت های پدر و مادرها یعنی همیشه اینطوری بودم که چرا باید این اتفاق بیفته چرا باید اینقدر حساس باشن الان که فکر میکنم الان که خودم توی چالش های زندگی قرار گرفتم یه جورایی فکر میکنم توی ایران خانواده ها حق دارن که حساس باشن شاید صدر. خیلی وقتا ما به جای اینکه مدیریت بکنیم این حساسیت رو مقابله میکنیم مهم. کاری که خود من میکردم پدر من مثلا اجازه نمیداد من تا سر کوچه برم یا خیلی کارا رو بکنم یعنی شاید واسه یه خیلی عجیب باشه اوکی این پدری که اجازه به تو نمیداده تو کارای بسیار بیسیک رو, بیسیک رو انجام بدی با دوستان برم کافه و اینا الان چطوری داری تنها زندگی میکنی آره، چطوری تهران رفتی چطوری داری تنها زندگی میکنی می من از دو تا مهاجرت دو تا مهاجرت داشتم من از شمال میام تقریبا اکنوم شهر قائم شهر تقریبا قائم شهر بچهای هنرمند و آرتست خیلی زیاد قائم شهر خیلی باحاله خیلی شهر آره. کوچیکیه و خیلی هم شهر خود شهر شهر خوبی نیست اما بسیار جوانای خوبی آره. داره یعنی آره. خوشگل هنرمند خیلی هنرمند قائم شهر من شهری که ازش اومدم و یک بار اومدم تهران تهران تنها زندگی کردم که حالا داستانش رو میگم ولی اینو قبلش بگم که خانواده خانواده ها حق دارن حساسیت رو داشته باشن به خاطر اینکه اونا هم تو اون جامعه بزرگ شدن ما چرا انقدر تلاش میکنیم مقابله کنیم خانواده میگه این کارو نکن و ما هی باهاشون میریم تو چالش که چرا میگی این کارو نکن من میخوام با انجام بدم من میخوام انجام بدم من خیلی تو این مقاومت در واقع بودم همیشه مه. یه جایی گفتم اوکی پدر من این طرز فکر رو داره یا مادر من مثال اون طرز فکر رو داره من دست از این مقابله بکشم بیام خودم رو ثابت بکنم پدر کار. من تو اون کالچر بزرگ شده تو اون جامعه بزرگ داریفا. شده و نمیشه اون آدم دار. یه چیزی رو واقعا بگم پدر و مادر هایی که حساسیت دارن یا حالا اجازه خیلی کارا رو به بچه ها نمیدن واقعا اذیت میشه و من الان که سنم بیشتر شده میفهمم که پدر من اون تایمی که مثال من بیرون از خونه بودم چقدر از لحاظ روانی و درونی داشته اذیت میشده و من اینو نادیده میگرفتم و اینو زمانی فهمیدم که پدر من یک بیماری گرفت که خیلی شرایط بدی داشت و یه جورایی خیلی همه چیز بد بود و خب ازش گذشتیم اون تایم یه جورایی من پدرمو داشتم از دست میدادم و دوباره به دستش آوردم تازه انگار مغزم باز شد و آزاد شدم و تازه تونستم درست فکر کنم و اونجا فهمیدم که چقدر موقعیت های مختلفی من پدرم رو اذیت کردم سر اینکه یه بیرون برم فلان کنم یه جایی فکر کردم این طرز فکرشه من به جای اینکه باش مقابله کنم بیام خودم رو ثابت کنم چه جوری خودم رو ثابت کنم پدر من به من میگفت تهران حق نداری بری حتی موقعی که میخواستم مهاجرت کنم زنگ زد گفتش که اگر بری استانبول اسم تو از تو شناسنامه پاک میکنم الان ولی خیلی خوشحاله که اینجا خیلی خوشحاله خیلی راضیه و من میتونم پیشنهادی که بدم اینه که به جای مقابل خودمون رو اول از ام. همه ثابت کنیم من تایمی که میخواستم تهران بیام اگر که میتونم ادامه بدم این آره, آره, تا که میخواستم تهران بیام میخواستم کلاس عکاسی برم ام. و خب هیچ کسی رو تهران نداشتم هیچ کسی رو نمیشناختم حتی خیابون های تهران بلد نبودم مم. هیچ یعنی یک میبه حرفت صرف. ببخشید من حالا دقیقا میخواستم بعدش باید راجع به همین داستانی که چجوری اکاسی و اینا رو زدی صحبت بکنم مم. حالا یه چیز خیلی جالبی که توی تو هستش اینو قبلش بگم که بچه ها بدونن اینکه من میدونم تو یه بیماری عجیبی داشتی و سرطان داشتی و آره <تصفح> و الان خوب شد و همه چی اوکی ولی دوست دارم همون اول راجع به عکاسی صحبت بکنی که چه کردی بعد بریم رو اون موضوع که ببینیم اصلا داستان چی بوده من تا این که میخواستم تهران بیام هیچی راجع به تهران نمیدونستم و خب خیلی ترسناکه من 19 خیلی. سال 20 سالم بود و یه استاد عکاسی پیدا شهر بزرگ بچه شبیه جنگل این شهر و حالا فکر کن تو حتی نمیدونی شبیه جنگله آلی. یعنی تو اگه بدونی شبیه جنگله کل پشتی تو میذاری لباس جنگل میبوشی لباس جنگی باید پوشید واسه تهران تو حتی نمیدونی شبیه جنگله و من وارد تهران شدم و خیلی عجیب بود باسم همه چی اولش که می اومدم پدر من به هم می گفتش که میری کلاس عکاسی برمیگردی و من تقریبا هشت ماه هر پنجشنبه ساعت هفت صبح سوار اتوبوس شدم جدی؟ رفتم تهران یا حالا شب اونجا خونه یکی از دوستام که خیلی لطف داشت به من دوستم نیکتا دوست صمیمین بود اونجا بود ولی خب همیشه هم نمیتونستم پیش نیکتا برم یه وقتایی ممکن بود همون روز برگردم شمال یعنی میرفتم یعنی ت... صبح میرفتی میرفتی کلاس هفته صبح میرفتم سوار اتوبوس میشدم آره. دوازده میرسیدم تهران میرفتم سر کلاس دو ساعت آه. تو کلاس قبل شروع کلاس میخوابیدم دو ظهر کلاس شروع میشد تا شیشه غروب تا شیش غروب که کلاس شروع میشد تو کلاس بودم یا بعدش میرفتم خونه نیکتا یا اینکه که برمیگشتم برمی تقریبا هشت ماه شرایط به این شکل گذشت و خب پدر من و مادر من اینطوری بودن که خب اوکی این بچه داره میره کلاس عکاسی من وقتی که با اون جو آشنا شدم و وقتی که دیدم مسیر زندگی من توی شمال تو اون محدودیت نیستش و جای من اینجا نیست گفتم بزار از این فرصت تهران اومدن استفاده بکنم مهم. من فکر میکنم که واقعا ماها یه مسیرهایی رو توش قدم برمیداریم که قبلش هیچ نقشه و هیچ گوگل مپی بهمون به اون مسیر رو نشون نمیده خیلی وتتا برای همه سواله که ما چجوری شروع کنیم ما چیکار کنیم همه انتظار دارن که همون اولش یه نقشه بهت بدن تو طبق اون نقشه آره. پیش بریم بگن میرسی, میرسی اینجا موفقی شد شروع میکنی تهش اینجا هدفته و به تو بهش میرسی آره، آره. یه چیز یه مثالی بخوام راجع به این داستان بگم اینه که به نظر من مسیر زندگی، موفقیت، پیشرفت، هر چیزی مسیر زندگی اینکه اگه کسی برایش سواله که من اصلا زندگیمو از کجا شروع کنم <تصفح> حالا اینجا داریم راجع برکاسی صحبت میکنیم هر مسیری ما وقتی که توی مسیر صاف هستیم توی جاده هستیم که هدف مشخصه تهش رو داریم میبینیم پر تابلوه در واقع به نظر من چالش زندگی زمانیه که تو بری تو کوه فکر کنی میخوای کوه نوردی کنی کول پشتی تو ببندی لباس کوه تو بپوشی وقتی که وارد کوه میشی اولش اون اولای مسیر مسیر رو میدونی میدونی از کجا باید به قله برسی بحله. و چون تو کوهستان هستی هیچ نقشه ای نمیتونه به تو مسیرهای توی کوه نشون بده اما تو جاده صاف هستی مسیر مشخصه تو هم میری بقیه هم میرن همه مردم میتونن از اون مسیرها برن و به یه مقصدی برسن چالش اونجاست که تو بخوای کوهنوردی بکنی و وقتی که وارد کوه میشی یهو میبینی یه بیراهه اینجاست که قبلش پیش بینی نمیکردی قبلش نیده بودی میبینی این بیراهه منو زودتر میرسونه میری من وقتی که میخواستم برم تهران وقتی که حتی اومدم اینجا با خودم به این فکر نکردم تهش تهش چیه گفتم آقا کوله پشتیه رو بذارم ببندم واردش بشم یه راهی باز میشه یه های مسیری میاد همیشه زندگی همینه همیشه همینه دقیقا من موقعی که اومدم تهران به این فکر نمی کردم که اوکی میخوام برم تهران بعدش چی میشه بعدش چه اتفاقی میفته این فکریه که خانواده میکنه و این دلیلیه که خانواده آره. تو رو باز میداره از اون دقیقا. مسیر چرا چون خانواده همش پیش بینی میکنه آه. که تهش اتفاقی میفته دقیقا. و نمیدونه که تو وقتی که تو اون مسیر قرار بگیری یهو چه راههایی برات باز میشه بله. نه خانواده میدونه نه خودت میدونی نه آره. هیچ کدوم از دوستات میدونن تو فقط باید شروع بکنی آره من دیشب... رو برداری دقیقا قدمه رو باید برداری من اتفاق خیلی جالب دیشب داشتم من همین موضوع میخوندم که یه آدم بزرگی یعنی یکی از دانشمندایی که اسمش الان خیلی یادم نیست یه دانشمند خیلی بزرگی میگه که آقا مسیر زندگی مثل یه جاده یا دقیقا که میگه این جاده ها رو فکر کن تو شب تو داری مثلا از تهران مثلا میخوای بری شمال خب تو میدونی شمال کجاست خب ولی نمیدونی که هی تو جاده قراره چه چیزایی وسط باشه میگه نور ماشین شما اندازه 100 متر وسط روشن میکنه 100 متر اولو میری میرسی ساعت مثل دوم واسط روشن میشه ساعت مثل دوم سوم یعنی میگه که همینطوری که شما تو زندگی قدم بر می‌دارید مسیر واسهتون روشن میشه و هیچ رود رودمپی وجود نداره که از اینجا برو به اونجا برو و آدمایی که انتظارن چون من واسه پیش میاد مثلا طرف مدل عکاس هر چیزی از ایران به من مسیج میده که آره من بیام اونجا مثلا میتونم خوب کار کنم من میتونم ماهی انقدر درآمد داشته باشم من میتونم فلان کارو پیدا کنم میگم ببین من من خودم اومدم نمیدونستم واسه تو هم نمیتونم پیش بینی کنم بیا حالا دیگه قدم بردار ببین چی میشه دیگه و برو به سمتش و این چیزی که گفته خیلی درسته اینکه آدمو باید قدم بردارن اینکه بیان یه چیز بذارن جلوشون اصلا به نظر من امکان پذیر امکان نداره اصلا. دقیقا پوینت قضیه همینه که تو وقتی که وارد مسیر میشی اتفاقات تصادفی برات میافته و ما همیشه باید تصادفات رو جدی بگیریم و بهشون بها بدیم من تو هر من دو بار قدم بزرگ برداشتم یه بار وقتی که اومدم تهران یه بار وقتی که الان اومدم اینجا ممکنه قدم سوم چهارم پنجم دهم بردارم یه چیزی که واقعا میخوام بگم راجع به قدمی که حالا خودم برداشتم اگه کس دیگه ای میخواد قدم برداره وقتی که داشتم میومدم اینجا پیش خودم گفتم من اگه قراره که بیچاره هم بشم بدبختم بشم بزار که بگم من این کار رو کردم امتحانش کردم همه من تا که میخواستم بیام اینجا همه به من گفتم برمیگردی کما اینکه اینو ک... همیشه همه به آدم آره... میگن نمیدونم چرا به <سؤال> منم <هم> گفتم مثلا به امیرم گفتن آره به هم گفتن کما اینکه شاید برگردم مهم. یعنی آره حتی را. میخوام راجع به این قضیه صحبت کنم که من الان اینجام راضیم اوکی ام حالم خوبه ولی ممکنه برگردم مهم. به هر دلیلی ممکنه هر... حال میکنه هر اتفاق غیر قابل پیش بینی و همون تصادفی واسه آدم بیفته که برگرده اما من اگر سی سالم بشه اگر سنم زیاد بشه نمیگم که اگر من پنج سال پیش مهاجرت میکردم چه اتفاقی برام آره. میگم انجامش دادم تلاشمو کردم قدممو برداشتم نشد مهم. نشد که بشه فدای آره. سرم که نشد ولی کردم این کارو حد در این در. رو در. رو کردم. حسرتش به دلم نموند من تو که منم تهران میگم با همچین مسائلی مواجه بودم گفتم بذار از این مسیرها و از این راهی که توش اومدم استفاده کنم بسیار تلاش کردم که خودم رو وارد بازار کار کنم مهم. یه پیشنهاد و یه یه بیراهی که میتونم به کسایی که در واقع میخوان کار بکنن بگم اینه که پول رو جدی بگیرن پول در آوردن ارزش واسش قائل باشن شاید خیلی کلیشه ای باشه شاید خیلی احمقانه به نظر برسه شما وقتی که پول در ماهیت پول بگی من به درآمد رسیدم امه. خیلی از افکار رو خاموش میکنه من تقریبا دو سه ماه بعد از اینکه کلاس عکاسیم شروع شد و همچنان ادامه داشت وارد بازار کار شدم جدی یعنی از اون هشت ماه بعد دو سه ماه وارد سیگر... بازار کار شدم یعنی دیگه زندگی به این شکل بود که می اومدم تهران کلاس عکاسی یا پروژه پروژه انجام میدادم یا پروژه دیگر. انجام میدادم برمیگشتم یا مثلا می اومدم دوباره شمال دوباره برای پروژه امه. میرفتم تهران دوباره برمیگشتم سروری اینکه خب این خیلی دغدغه است واسه همه جو وارد بازار کار بشن چی کار کنن چی کار نکنن حالا صرفا منظورم عکاسی نیستش تو چه جوری رفتی خودت تا انداختی تو این بازار کاره میدونی چون بزرگترین دغدغه است که و اینکه من خیلی حال کردم با اینکه گفتیم دو سه ماه بعدش تو وارد این قضیه شده بودی آره خب یعنی ام... چی کار کردی کاری نکردم واقعا مرسی کارش شد خودش دقیقا داشتم <تص> راجع به همین قضیه چون صحبت میکردم. کردم یه وقتایی ما وقتی که نمیدونم چی اون بالاست واقعا چی داره ما رو میبینه چی داره به ما نگاه میکنه کیه که چیز خوبیه. زندگی ماها رو میبینه ولی واقعا یه, خیلی یه وقتایی تو <تص> یهو میبینی یه مسیری برات باز میشه با اینکه کار عجیب قریبی نکردی یه وقتی میبینی خیلی تلاش میکنی شاید جای اشتباهی داری اون تلاش رو میکنی بحثم همین بود دقیقا یا چیزی که تو گفتی خیلی قشنگ بود اینکه ماشینه وقتی داره میره نورش تا یه جایی رو روشن میکنه من صرفا اون ماشینه رو روشن کردم و رفتم رفتم کلاس عکاسی بخوام دیتیلرت آره بگم آره. من با بچه های عکاسی مون یعنی قدم اول تو برداشتی که ثبت کلاس عکاسی صد متر اول تو خود روشن کردی بقیه پیش اومد توی اون کلاس عکاسی که من رفتم بچه های طبیعت بودن مهم. من با اون بچه ها طبیعت می کردم یه مدت طولانی و یه سر تورهای برگزار می شد که تعدادمون زیاد بود میرفتیم تو طبیعت جای مختلف و میرفتیم خیلی جای زیبایی رو رفتم تو ایران طبیعت گردی کردم یه مدت اصلا طبیعت گرد بودم و عکسامم رو هم تو طبیعت میگرفتم و چون یه ب... چیزای جدیدی تو پیجم میذاشتم از طبیعت ایران میذاشتم آره. و یه سری مخاطب جذب شده بود یکی از بچه هایی که تو اون طبیعت گردی بود خیلی اتفاقی به من پیشنهاد داد که یه پروژه هست میای میتونی انجام بدی و من قبل از اون تایمی که شمال بودم ببین هیچی من نداشتم من حتی به سختی خانوادم رو راضی کردم واسه من یه دوربین بخرم یعنی خیلی به سختی یعنی ما یه تیمی تشکیل دادیم تو خانواده به دوستای خانوادگیمون و خانواده آها. مامان اومدن جمع شدن یه اجلاس گذاشتیم <تصفح> که خانواده رو را راضی کنم <تصفح> اجلاس بزرگانه اجلاس پنج بعلام یک گذاشتیم ای که برای سرور فقط دوربین خریده بشه و من فقط اینطوری بودم گفتم شما بخرین ببینید که من دوربین دوممو نیاز نیستی که شما بخرین میدونستم که میتونم انجام بدم من از بچگی عاشق عکاسی بودم یه پارانتز باز کنم چون یه سوالی از من داشتی واسه من فرستاده بودی گفتی چی شد اصلا فهمیدی عکاسی میکنی آره. چی که دوست, دوست, دوست فهمیدی که میتونی عکاسی بکنی چیزی که میدونم تو فکر کنم روانشناسی خوندی بعد از اون ور تو بیمارستان کار میکردی داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم میکرد. آره یعنی اینش واسه خیلی جالب که بعد این ادمه با به نظر میاد که روحیات اون شکلی باشه بعد چجوری که یهو میبینی نه روحیاتش اینوریه خیلی هنری و من 9 سالم که بود کامپیوتر خریدم توی کامپیوتری که خریدیم مادرم به اون کسی که کامپیوتر رو خریدیم گفتش یه سری برنامه برای سرور نصب کن تو اون برنامه ها برنامه خیلی اتفاقی اون کسی که خیلی ممنونم ازش <تصحنت> <تص> <تص> برنامه فتوشاپ نصب کرد و برنامه ویدیو استودیو که باهاش فیلم ادیت می‌شد من وقتی که اون کامپیوتر رو خریدم علاوه بر بازی هایی که تو اون کامپیوتر بود فکر میکردم فتوشاپ یک بازیه چه باحال فتوشاپ بازی می‌کردم عکس می‌بردم ادیت می‌کردم عکس خاله‌مو عکس دختر خاله‌مو تو آب دریا ادیتش میکردم می‌کردم می‌انداختم کلاش سر اینو, اینو برداری بذاری رو بدنم منم می‌کردم این کارو بچه‌ها سم می‌کرد اصلا نمی‌خوام هیچ جا هیچ کسی ببینه کاری شکلی میکردم و با فتوشاپ بازی میکردم تقریبا دو سال طول کشید بفهمم فتوشاپ بازی نیست مهم. و این کاری که من دارم انجام میدم نه نه اوکی تو بشین تو راحت باش من اینو اون کاری که من دارم انجام میدم در واقع یک برنامه ادیت حرفه‌ای عکسه و اون موقع تازه گوشی های نوکیا اومده بود من تازه مثلا مامانم اون موقع یه نوکیا ان 73 خریده بود که یادم سه بود یعنی سیاه بود آره. فکر بغلش قرمز بود و اینا گوشیه خیلی خوشگل اون گوشی اون موقع از خودم عکس میگرفتم همون عکس رو وارد فتوشاپ میکردم ادیتش میکردم می مثلا رو دیوار چین و روی مثلا بغل برج ایفل و شما خود نشیزیم. از این کارو میکنم مثلا یه عکس بود همه جا بوده همه نقطه های دنیا اون عکس ادیت شده بود آره زمان فیسبوک بود اون زمان زمان فیسبوک بعد من میذاشتم فکر گرام مثلا بقیه خران دیگه میگم من مثلا واقعا مثلا آره رو دیوار چی مایسادم اون زمان بره. فیسبوک بود و من شروع میکردم این رو ادیت کردن خلاصه فهمیدم که این کاریه که خیلی دوستش دارم <تصفح> و برام خسته کننده نیست یعنی من میتونم ساعت های طولانی بشینم رنگ ادیت کنم <تصفح> ادیت کنم بشینم پای سیستم حوصله‌اش رو داری دار در واقع دبیرستان میخواستم هنرستان برم خب طبق تیپیکالر خانواده, خانواده, های خانواده ایرانی, هنرستان جای بچه های تنبل و جای چیزا نشد و بهشون حق میدم به همه خانواده هایی که این طرز فکر رو دارن چون اونا هم تو همون کالچر بزرگ شدن دوباره تاکید میکنم انقدر مقاومت نداشته باشیم انقدر مخالفت نکنیم هرچند که الان میدونم خیلی شرایط بهتر شده بله ما به باگ خوردیم آره ما به باگ باتری دوربینا و مموری و اینا خوردیم <applause> <applause> خب ام... قرار بود برم هنرستان <applause> نشد قرار بود که برم در واقع دبیر دانشگاه هنر نشد طبق چیزایی که میگم واسه همه پیش میاد گاهی اوقات ما <applause> فکر میکنیم یه اتفاقی فقط برای ما تمام دنیا رو سرمون یعنی ما که میگم منظورم خودمم توی اون بره زمانی فکر میکردم که این فقط مال منه فقط این بدبختی و بیچارگی من و میرم فقط برای منه که من نمیتونم رشته ای که دوست دارم برم نمیتونم کاری که ولی اینطوری نیست خانواده ما تو اون جامعه بزرگ شده حق داره استرس داره نگرانه آره. چرا چرا یعنی یه دلیل ساده ای که بخوام راجع به هنر بگم اینه که خانواده ما در ایران به خاطر کالچری که ما توش به سختی میتونیم کار پیدا کنیم و به سختی میتونیم به درآمد برسیم <متصفيق> راحت ترین و سیف ترین حالتی که برای بچه خودش میبینه که بتونه به چیزایی که میخواد برسه و در واقع خانواده به تو میگه دکتر شو چون پول خوب در بیاری دکتر مهندس هره. میگه مهندس بشو چون پول خوب ببین تهش تارگت, کار تارگت پوله و چون تو کالچری هستیم که در واقع کار پیدا کردن سخته خانواده میگه آقا من بچم نمیخوام استرس بکشه پس بذارم دکتر شو پس بذارم ما. پس تا اینجا خانواده حق داره و, چون و به فکر مونن که و چون تو ایران به هنر بها داده نمیشه خانواده نمیدونه تو از هنر هم میتونی اون پوله رو در بیاری مم. پس تارگت پوله تو بیا ثابت بکن که مادر من پدر من میگی دکترشم مهندسشم به اون پول برسم من با هنرم به اون پول میرسم شما اولین کاری که پیدا کنی حتی بیشتر از اون شما اولین کاری که بکنی اولین کاری که پیدا میکنی اولین درآمدی که میرسی خانواده اگر در صد مخالفتش اینجا باشه میاد اینجا آره. دومین دو کار میاد اینجا سومین کار میاد اینجا و دیگه تا یه جایی که دیگه به تو افتخار و میکنه پنجوی میگه منم من میام الان به منم بده. از اون شرایط پیام هایی از پدر و مادرم دارم که به من میگن ما به تو افتخار میکنیم آره و اینو من میخواستم و طبق میگم این داستانها خانواده دوست داشتم من دکتر بشم من هوشش رو نداشتم دوست اه. نداشتم مامانم پرستاری خونده بود میگفت پرستار شو و توی بیمارستانی کار میکرد مادر من برای اینکه بتونن خانواده من تمام تلاششون رو کردم برای وارد بیمارستان بکنم ولی خب من مقاومت داشتم مادر من گفت من برات کار رو کی میکنم تو بیمارستان کار کنم من سالی که کنکور داشتم سال کنکورم توی یه بیمارستانی کمک بهیار بودم تو بخش آی سی و یه تقریبا هشت ماه من تو اون بیمارستان کار کردم تو شمال شیش 7 ماه توی آی سی او بودم سه چهار ماه تو سی سی او بودم آفرین تجربه باحالیه ها ولی نه باحاله خیلی احساس دکتر بودم داشتم سفید میپوشیدم عینک میذاشتم ولی من گاهی اوقات گاهی اوقات که نه واقعا الان ایمان پیدا کردم به اینکه ما باید یه سری چیزها رو تجربه مهم. کنیم یه سری چیزها باید تو مسیر زندگی ما قرار بگیرن و فقط پیامش رو درگفتیم دقیقا. دقیقا این تو همه چیز هست تو ارتباط هست تو رابطه هست تو کار هست الان اون موقع خیلی ناراحت بودم الان میگم تمام این مسیرها تمام این راهها رو باید میرفتم که امروز میفهمیدم چی دوست دارم چی دوست ندارم چی حالمو خوب میکنه چی حالمو بد میکنه من تو بیمارستان کار درست. کردم چند ما رتبه کن, کن, کنکورم اومد از آخر فکر میکنم 250 هزار نفر تجربی شرکت کننده داشت من 243 هزار رو میشده بودم <applause> از آخر, از آخر اول شدم آخر اول و کلا جز بچه هایی بودم که بسیار شیطون هیچ کس به من امید نداشت هیچ کس به من بها نمیداد همیشه همه فکر میکردم سرور اون کسیه که قرار زندگی خیلی ممکنه بدی داشته باشه چون خیلی شیطونه و درس نمیخونه و کاملا برعکسش اتفاق افتاد و برعکسش دقیقا. کردم دقیقا. کلیت جنبندی بکنم اینه که هم ما باید از یک جایی به بعد اول از همه خودمون رو به خودمون ثابت بکنیم برای خودمون ثابت بشه توانایی هامون و بعد انقدر فکر نکنیم که چرا خانواده داره مخالفت میکنه ما باید به حقشه حقشه که بهش ثابت بشه که بچه من تو خطر نیست من اومدم تهران اون مسیر رو رفتم من یک سال خونه نداشتم تهران بعد خونه گرفتم وسیله نداشتم من تقریبا چهار ماه رو زمین خوابیدم تو خونه یه دونه حسیر پهن کردم و ای رفتم سر کوچه خونم خونم چهل متر بود پنجره نداشت غرب تهران بودم و روی زمین یه حسیری په کرده بودم رفتم از مارکت سر یه هایپر مارکتی بود یه دونه بالشت مسافرتی یه پتوی مسافرتی یه تشک مسافرتی خریدم یخچال نداشتم هیچ چیزی میگی؟ هیچ چیزی تو اون خونه نبود که... بچه هیچ چیزی اینجوری هیچ چیزی تو اون خونه نبود کردی. و چهار ماه تمام من روی زمین اون خونه خوابیدم کار میکردم آروم آروم تیکه تیکه رفتم یخچال خریدم لباس شویی خریدم آن همزمان ولی کارم میکردم کار میکردم. میکردم اون خونه رو در واقع ما گرفتیم که من تایمی تا که تهران میرم دیگه یه جایی رو داشته باشم بتونم شب بخوابم اما تو خونه مثلا زندگی کردم به اون شکل مثلا اگه قبلا میرفتم تهران میومدم یه روزه میرفتم میومدم اینطوری سه چهار روز میموند مثلا نصف هفته تقریبا تهران بعد بودم خانواده تام میدونست که تو خونه گرفته یا یا اینکه نه خانواده مثلا. اصلا خونه رو گرفت دیگه وقتی دارم. که دیدن که من دارم میتونم وقتی که دیدن پروژه دارم وقتی که دیدن صفحه من پیج من داره میاد بالا آدمو داره منو میشناسن گفتن این بچه باید بهش بها بدید آره. این،, این وقتی که با اون دوربین تونسته این کارا رو بکنه پس اگر بهش این فرصت رو بدی میتونه کارهای بزرگتری بکنه اونجا ما اون خونه رو در واقع گرفتیم و خب دیگه به من گفتم بقیهش دیگه با خودت دوربین میخوای هر چی میخوای دیگه خودت من به خاطر همین وسیله نداشت اون خونه بعد چهار ماه رو زمین بودم و آروم آروم کار کردم پول جمع کردم یخچال خریدم لباس شوی خریدم چند ماه بعدش مب خریدم یک سال بعدش تلویزیون خریدم آروم آروم چیدم آفرین بعد اون خونه عوض شد یه خونه دیگه خودم گرفتم رفتم سمت مرکز شهر استودیو زدم و یه خونه خیلی باصفا خیلی بزرگ خیلی زیبا دقیقا چیزی بود که دوست داشتم یعنی توی یه نوتی توی دفتری نوشته بودم خونه که دوست دارم و دقیقا اون خونه رو دیدم و همون خونه رو داشتم یک سال یه نکته جالب بگم راجع به این داستان من 250 روز تو دفترم نوشتم این خونه ای که توش هستم و میخرم و دو ماه مونده به این که قرارداد خونم تموم بشه مهاجرت کردم اینو میخوام بگم یعنی دوست... همون خونه ای که توش زندگی میکردی و دوست داشتی که بخریش همون خونه با اون که توش زندگی میکردم و دوست داشتم بخرم و 250 روز توی دفتر هر روز نوشتم که این خونه رو میخرم این خونه رو میخرم این خونه رو میخرم و دو ماه قبل از قرار دادم اون خونه رو تخلیه کردم و مهاجرت کردم به اینجا میخوام بگم خیلی وقتا ما حتی آرزوهامون عوض میشه رویامون میشه. عوض میشه انقدر که مسیرهای متفاوتی سر راهت قرار میگیرن وقتی قدم اول رو برمیداری که ممکنه حتی اون رویایی که 250 روز داری براش تلاش میکنی و یه وقت دیگه نداشته باشی هره. اینجا به ترس میرسی به استراب میرسی به نگرانی میرسی حالا باید چی کار بکنه آدم میخواستم همین همینو ازت بپرسم چون کار ما یه کاریه که استرس داره زندگی ماها به خاطر این که به قول تو ما خیلی سیف نبوده نمیدونستیم میخوایم کار بکنیم پول در میاریم در نمیاریم چی میشه چی نمیشه یعنی خیلی ماها همیشه با استرس بودیم یه سری محدودیت ها داشتیم تو کشورمون که باز به خاطر کارمون استرس داشتیم و محدودیت هایی که بوده و, و... یعنی خیلی استرس واسه ماها زیاد بوده دقیقا دوستشم بدونم تو اصلا ما سرور. تو جامعه استرس کردیم یعنی هر آن امکان داشت تو میری بیرون یکی به یکی چیز بگی یا اونا با هم یا با تو دعواشون میشه یا یکی جیبتو بزنه کیف تو بزنه گوشی تو بزنه من واقعیت بخوام استرس بگم. خودتو؟ بعد یه چیزی بگم اینکه آدم وقتی استرس میگیره میترسه وقتی میترسه مغزش کامل دیگه بسته میشه و نمیتونه درست فکر کنه و تصمیم بگیره دوستم بدونم که کلا سرور چه جوری استرسش رو کنترل میکنه چون همون هم استرس رو میگیریم دیگه چه کنترل میکنه مدیریتش میکنه استرس و ترساشو من چون اینجوری که میگی این زنگ پر استرسی هم داشتی به خاطر حالا کار تو هایی که کردی و اینا من واقعیت بگم آدم آدمی نیستم که بتونم خوب استرسم و مدیریت بکنم اما یه کاری که انجام میدم اتفاقا خیلی آدم استرسی هستم خیلی واسم هم همه چیز باید عجولم سریع باید اتفاق بیفته اتفاقا به خاطر تایپ شخصیتم خیلی بیشتر از یه آدم خونسرد دچار استرس میشم با توجه به موقعیت ها و شرایطی که داشتم یعنی یه دوچار از هم گسیختگی چی میگن آره. درست هم میگم که میپاشی از هم از هم میپاشه درونم و بسیار توی موقعیت ها بودم من اولین باری که سر اون پروژه‌ای که بهت گفتم که اون پروژه در واقع باعث شد که وارد پروژه های بعدی بشم قرار گرفتم باتری دوربین رو میخواستم عوض بکنم و وقتی که باتری جدید وارد دوربین میکنی یه پیامی بهت میده میگه میخوای از این باتری جدید استفاده کنی سیفه اوکیه و تو فقط آره. باید گزینه اوکی رو بزنی دقیقا. من پنیک کرده بودم گفتم این چه گزینه دوربین خراب شده هیچ بس... گزینه دیگه ولی یه چیزی که وجود داره اینه که وقتی که ماها استرس یا وقتی که حالمون خیلی بد میشه باید بدونیم که فقط قرار اوکی بشه همه چیز یعنی من میدونستم اون روز سر پروژه قرار خروجی کارم خروجی خوبی باشه کاری به این نداشتم که این دوربین الان باتریش دچار باک شده یا نشده میگفتم من از این پروژه خوب میان بیرون و اون خروجی که باید رو تحویل میدم حالا اون صرفا پروژه است وقتی که تو خونه ای بودم که رو زمینش میخوابیدم میدونستم که این خونه پر از وسیله خواهد بود وقتی خونم چه متر بود میدونستم که استودیو میزنم میدونستم هم از ایران میرم ولی فکر نمیکردم که انقدر زود برم و من مجبور شم در واقع که انقدر زود از ایران خارج بشم چون شرایطم خیلی تو ایران خوب بود همه چیز اونجوری که دوست داشتم بود خونه که دوست داشتم و داشتم درآمدم خوب بود همه چی مستیبل بود اما یکم دلیل نداشتم واسه بیدار شدن از خواب <تصفح> یعنی همه چیز سیف بود خوب بود همه چی بود امنت درست شده بود اتفاق افتاده بود تمام اون چیزایی که براش تلاش کرده بودم یه من یه چیزی هم بگم راجع به خودم گاهی مینویسم و یه <تصفح> متنی یه صفحه‌ای هم دارم فقط توش فقط می نویسم. بله یه متن نوشته بودم چند روز پیش نوشتم که من فقط میخوام تو مسیر باشم ما گاهی اوقات فکر میکنیم که مقصد در واقع هدفه هدف مسیر دقیقا. من تمام سه سالی که قب... چهار سال قبل از اینکه وارد خونه دوم بشم تلاش کردم برای اینکه یه خونه بزرگ داشته باشم استودیوش کنم نور خوب داشته باشه پنجره داشته باشه چون اون خونه پنجره نداشت همه چی خوب باشه رسیدم به اون خونه اما اون قدی که تو اون خونه بودم تلاش میکردم و فعالیت میکردم تو این خونه اه. اون تلاشه رو نمیکردم آره. در واقع اون مسیره بود که منو زنده نگه میداشت بحثم اینه بحث استرس آدم... آدمی نیستم که واقعا یه چیزی بگم بعد از قبل از اینکه استرس رو شروع کنیم این که ببین آدما همیشه دارن همه کار میکنن یه دایره امنی واسه خودشون بسازن دیگه دایره امنه رو که میسازی اصطلاحاً دیگه آدم شل میکنه خب یعنی خیلی از هدفاشو دیگه شلتر میره به سمتشون و مثلا کلا شل میکنه دیگه و همیشه میگن اگر میخوای موفق بشی باید هی خودت از دایره امنت بندازی بیرون یعنی به نظر من تو بهترین کارو کردی حالا چه مجبور شدی چه نمیخواستی حالا این تایم مهاجرت کنی و اینا ولی خودت از دا دایره امنت انداختی بیرون و دوباره افتادی توی مسیری که باید واسش تلاش کنی به یه مسیر بزرگتر یه هدف بزرگتر دوباره یه دایره امنی میسازی دوباره بعد خودش آدم بندازه زندگی از توش بیرون و همین من خودم همیشه ای سعی میکنم یه دایره امنی بسازم بعد که میبینم اوکی دیگه دارم شغل میکنم دوباره خودم میندازم بیرون از دایره امنه یه چیز جالب بهت بگم من تایمی که بخش سی سی او کار میکردم هم. نوار قلب باید واسه مریض میگرفتیم نوار قلب مریض زمانی سالم بود که نمودار قلبش یک نمودار بالا به پایین یعنی قلب ما داره. زمانی سالمه و زمانی که همه میدونیم زمانی قلب ما میزنه که این نمودار بالا به پایینه درسته دعیبه. وقتی که این خط صاف میشه یعنی مریض مرده وقتی که خیلی نمودار بالا و پایینش شدید باشه در واقع نوسانات یکسان نباشه یعنی اون مریض مشکل داره من تئوری زندگی رو دقیقا روی نمودار قلب می‌بینم ما وقتی زنده ایم وقتی تو جریان زندگی هستیم که دقیقا این بالا به پایینه رو داشته باشیم نقطه امن مرگ اون خط صافیه که دقیقا زمانی که یک مریض می‌میره براش نمودار قلبش صاف میشه و این یه چیزیه که واقعا من دوباره افتادم تو اون خونه چهل متری که هرچند سی متر شده خونه الانم دوباره افتادم قرب یک کشور دیگه حالا یه شهر, شهر دیگه در واقع دیگه. آره. قرب یه شهر دوباره شرحتم هم شده همون ولی واسه هم مهم نیست آره. من اگه بحث ترسه من, می کار ترسناکی، من کار ترسناکی کردم دو دفعه که در واقع این تصمیم برای زندگیم گرفتم و حالا خیلی تصمیم دیگه ممکنه بگیرم ترسناک باشن یه چیزی که فکر میکنم ترس رو از بین میبره عشقه ما وقتی که یه نفر رو خیلی آره. ما وقتی که یه نفر رو خیلی دوستش داریم یا وقتی که دیدی شاید خیلی از ماها تجربهش کردیم اصلا از خانواده خانواده خب خیلی عزیزه واسمون وقتی خانواده درست. در خطر باشه وقتی عاشقی وقتی یکی رو خیلی دوست داری واسط مهم نیست الان مثلا بهت میگم برای یکی از عزیزای من اتفاقی افتاده باشه من بخوام از این لوکیشن برم تو اون لوکیشن با بیشتری سرعت میرم واسه مهم آره. نیست که بخوام تصادف کنم چه اتفاقی واسم بیفته دعیده. اون عشق ترس رو از بین میبره, میبره. ما چقدر عاشقیم ما خیلی وقتا خیلی از من خودم خب چون تدریس میکنم عکاسی و, و هنرجو دارم خیلی از بچه ها هم میگن ما چطوری شروع کنیم چی کار کنیم چی کار نکنیم و اینا خیلی برشون سواله همه سوال هم هم همیشه ما آره. از, از شروع کنیم اگر ما تو زندگیمون یه چیزی میخوایم چقدر میخوایمش چقدر عاشقشیم که بگیم چقدر عاشق خود زندگی هستیم که حاضر باشیم تو اون نموداره به بالا به پایین قدم برداریم تا این قلبه بزنه و تو جریان زندگی باشیم خیلی از آدم ها اون خط صاف و انتخاب میکنن و در واقع اون درسته. زندگی میکنن اما مردن من چایک چا... از چالش های بزرگ دیگه که تو زندگیم داشتم بیماریم بود خیلی آره بهت به بگم بیماری صحبت کنم خیلی واسه عجیب بود خودم موقعی که فهمیدم که تو سرطان داشتی تو چه سنی یعنی متوجه این قضیه شدی تقریبا دو سال و نیمه پیش بود دو سال و دو سال پیش متوجه شدی بعد الان دیگه اوکی شدی و خوب شدی بعد. و من دو سال راجع صحبت کاره اصلا تو اون تایم چی کار می‌کردی چون همیشه میگن سرطان یکی از های بزرگیه حالا نمیخوام خیلی اسم سرطان با رو روش بذارم چون میگیم. یک توموری داشتم که خوشبختانه خوشخیم بود و خارج شد اگر که بدخیم بود و دوباره ریشه میزد در واقع تومورها وقتی که خب بدخیم هستن هم میگن سرطانه آه. و حالا بعد درماش ام... تو اون تایم ذهنی داشتی با خودت چیکار می‌کردی اصلا اون تو اون تایم زندگی چجوری بود چجورش به زندگی ادامه میدادی؟ زندگی من فوقلاده کردی، نمی کردی، می رفتیم. زندگی من زندگی همه ای ما ممکنه فوقلاده باشه و ما همه چیمون خوب باشه یه, یه اتفاقی برامون بیفته هر اتفاقی اه. چی کار باید بکنی واقعا اولا که کاری از دستمون بر نمیاد باید مدیریتش بکنیم من یه روز تو خونه نشسته بودم یهو فهمیدم تو دهنم یه چیز خیلی بزرگی هست دکترها فهمیدن که توموره به دوستم گفتن بعد زنگ دادن خانوادهم از شمال اومد من خودم تا دو روز نمیدونستم چه اتفاقی قرار برام بیفته و خانوادهم اومدن شمال من و مامانم رفتیم پیش دکتر و دکتر تو صورت مامانم گفتش که بچه شما تا سه ماه بیشتر وقت نداره چجی من یه دوستم دف... سیخ شد <تصفح> <تصفح> من یه آدمی که داشتم کار میکردم زندگیمو میکردم هیچ مشکلی نداشتم بچه بودم ب... ب... بچه هستم هم هنوز همه چی خوب بود یه ها فکر کن اومدن تو صورت هم تو صورت مامانم گفتن که این خودت بودی اون لحظه در واقع وقت... آ... آ.. وقت... آم... وقتی که جواب آزمایشم و دکتر دید گفتش که اینجوری کرد یادم میمیره اینجوری کرد گفت اینو بفرست مثل فیلم ها بوده دقیقه اینه تو فیلم ها میفته و آدم فکر کنه برای خودش اتفاق نمیفته منو از اتاق بیرون کردم دیدم مامان من با گریه اومده بیرون رو زمین افتاده سرور با... چرا زودتر نفهمیدی من گریه مامان با... اصلا یه خیلی شاید عجیبی یعنی بود یعنی یه کوچیکی بوده بعد های بزرگ شده بوده در مثل که یک سال یک سال و نیم تو... من این تومور داشته توی دهنم رشد می‌کرده و من در جریانش نبودم یه درد پوینتی هیچ یه پوینتی داره این داستان خیلی سریع بگمش که وقت برنامهم گرفته نشه من وقتی که فهمیدم تومور دارم و دکتر گفت تا سه ماه بیشتر وقت نداری که عمل بشی به خاطر اینکه تومور چسبیده بود به یه شریانی توی گردن من تومور اینجا بود اوه. دقیقا خب به یه شریانی چسبیده بود شریان کاروتید این شریان شریانیه که خون رو از قلب به مغز میرسونه یعنی که از شریان خیلی مهمه من نمیتونستم آره دکتر گفت چون ممکنه چسبندگی داده باشه و مشخص نیست الان چون ناحیه بدیه آره. من نمیدونم موقعی که دارم این تومور رو جدا میکنم شریان بریده میشه یا نه اگه شریان بریده بشه این مریض سه حالت داره یا میره تو کما یا فلج میشه یا میمیره و کلی از ما امضا گرفتن <applause> که ما در واقع اجازه جراحی بدیم یعنی در واقع رضایت نامه ما امضا کردیم که دکتر گفت پای خودتونه جراحی این مریض ام من دو هفته بعد عمل جراحی داشتم تایمم نداشتم چون داشت راه گلوم میبست یعنی حالا خیلی عکس وحشتناکی داره بعدم بهت نشون میدم آره. راه گلوم کامل بسته شده بود به لحاظ نفس و غذا خوردن و اینا غذا خوردن مشکلی نداشتم نمیدونم چرا اصلا نفهمیدم ولی ممکن بود به هر حال تو اون تایم مشکل ایجاد بشه آره. دکتر گفت دو هفته بیشتر وقت نداری که جراحی عمل جراحی من ست شد با بیمارستان من با تست کرونا میدادم تست دادم تستم مثبت شد نه بابا امیر بعد بلم کن بچا یه چیز خیلی جالب میخوام بهتون بگم کرونا باعث شد بفهمم تومور دارم چه اتفاقی افتاد گفتم بهت که میخواستم مسباک بزنم دیدم گلوم درد میکنه آره من کرونا میگیرم کرونایی که فقط دچار گلو درد میشم خیلی این جالبه خیلی واسم جالب بود اون زمان که من کرونا دقیقا سال نو بود من کرونا میگیرم آره دیگه دقیقا دو سال پیش سال نو همین مهم. مواقع بود کرونا میگیرم دچار گلو درد شدید میشم میخواستم برم سر پروژه میبینم گلوم درد میکنه در حال مسواک زدن دهنمو باز میکنم ببینم چیه تو گلوم که درد میکنه یهو با تومور مواجه یعنی با اون توده مواجه میشم که بعد حالا متوجه میشیم که تومور هستش آره. بعد که تستم مثبت میشه میفهمم دلیل اینکه فهمیدم کرونا گرفتم اه، تومور, اه، تومور دارم کرونا بوده یعنی یه اتفاقی تو زندگی های ما میافته که ما میگیم چقدر بده یا چقدر بهش منفی نگاه میکنیم و میبینیم چقدر همه چیز برای ما پیام مصبت داره و درست, و مصبت درست, و درست آره. درسته. اصلا میگن میگن هیچ اتفاقی بد نیست یعنی میگن خدا انقدر بنداش دوست داره که چرا هیچ چیز بدی سرشون نمیاره اگه اتفاقی به تو اون لحظه فکر میکنیم بده بعدا میبینیم چه چیزای مثبتی واسمون داشته میدونی دقیقا. همین کرونا نمیدونم یا اینکه یهو مجبور شدی مهاجرت کنی و اینا شاید اون لحظه وسط بد بوده ولی بعدا میبینید چقدر وسط خوب بوده دقیقا و من عمل جراحیم یک ماه و نیم عقب افتاد ریسکش خب بیشتر شد به همون اندازه و خلاصه ما جراحی شدیم سن که اون دو هفته تایم کرونا بیزره جواب منفی بشه و دکتر به من داشت که تو ممکنه لحظه‌ای که بیدار میشی یا تراکستومی شده باشی اینایی که گلوشون سوراخ میشه یا جر... توده خیلی بزرگ بود چهار در پنج سانتی متر بود و گفتن توده انقدر بزرگه که ممکنه شیم از صورتت باز بکنیم خیلی جالبه بچه ها من بیدار شدم نه تراکستومی شده بودم حتی دو روز تو حالت کمای مصنوعی بودم بعد از بد به هوش اومدم و نه تراکستومی شدم نه, نه صورت صورتم باز شد و وقتی که رفتم نه داره... شریانت قد شد هیچی. نه تو گما رفتی نه فلج شدی ام... چیز قبلش تو ذهن تو میدونستی که تو میخوابی و عمل میشی بالا میشی و همه چی خوبه و اوکیه یا نه من فکر میکنم میدونستی میدونستی که اتفاقی نمیافته دقیقا میخوام همینو بگم همه چیز خوب پیش میره ام... ما خیلی وقتا چون اینو گفتم که به بحث استرس برسم توش خب این یه استرس زایی برای هر کسی میتونه بله. باشه ما خیلی وقتا با شرایط های تو زندگی ما مواجه میشیم که خیلی برامون استرس زا هستن و ممکنه اون لحظه بگیم آقا چی کار باید بکنیم باید بدونی تهش خوبه یعنی من می با اینکه میگم فکر کن یه دکتری میاد بهت میگه تو سه ماه دیگه بیشتر وقت نداری این اتفاق اینجوریه اونجوریه و حالا اصلا خیلی شرایط دیگه حالا این بیماریه یا خیلی از اتفاقات دیگه من همی... من موقعی که داشتم جر... یعنی قبل از اینکه وارد اتاق همشام با روحیه رفتم اونجا با خیلی با اون دکتری که می‌خواست بیهوشم کنه شوخی می‌کردم ام... <applause> میدونستم سرور قرار زنده بمونه <applause> میدونستم سرور قرار این پروژهش رو خوب انجام بده میدونستم که مسیرهایی که میرم چقدر سخت مهاجرت سخت تهران اومدن سخت من راه مترو رو بلد نبودم روزی که رسیدم تهران میدونم که تو خیابون دوست هست میدونم آدم هایی هستن بهت آسیب بزنن تو همینجا همینجا هزاران آدم وجود دارن که بهت آسیب بزنن ولی میدونی که برای تو قرار نیست اتفاقی بیفته برای برمان. من هم ممکنه اتفاق بیفته ولی باید بدونم که میتونم مدیریت بکنم مهم. این عزت نفسه این در واقع باور و ایمانیه که ما به خودمون داریم و هر کسی تو یک ای به خودش ایمان داره یعنی اینکه حالا همه همه جا همه روانشناسا همه نمونه که صحبت انگیزشی میکنن به خود آره. ایمان داشته باشه بحث بحثم این چیزا نیست هر آره. کسی تو یک چیزی به خودش ایمان داره من در واقع تو کارم خیلی به خودم ایمان دارم فکر میکنم که میتونم خیلی از شرایط رو مدیریت کنم ممکنه در آینده وارد پروژه هایی بشم که بسیار استرسا باشن بله. باید بدونم که میتونم انجامش بدم یه دکتری ممکنه یه عمل جراحی استرس دا داشته باشه باید بدونه که حداقل تمام تلاشش رو میکنه بله. من وقتی می که میخواستم جراحیشم شم با اینکه میتونستم رضایت ندم بگم آقا نمیخوام جراحی ریسک 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 داره این کار گفتم بزار جراحی بشم بزار مهاجرت بکنم بذار بیام تهش میگم تلاشمو کردم مم. بحثم اینه تلاشمون رو بکنیم فقط کاری به این نداشته باشیم چه اتفاقی میافته مسیر رو بریم تلاشمون رو بکنیم نیاز واسه کاری که انجام میخوایم بدیم شیش صبح بیدار شیم بیدار شیم لازم فلان غذا رو بخوریم بخوریم لازم فلان قدم رو برداریم انجام بدیم ته تهش به خودت نگاه میکنه میگیم من تلاشم رو کردم نشون بحثم این. و به نظر من اگر بلند شی قدم تو برداری تلاش تو بکنی نشدی نداره نه بزنبه. آها و همیشه میشه من تلاش بکنم نشه دقیقا, دقیقا داستان هم فکر کن که یه دختری الان جلوت نشسته یه شکسته عشقی خورده حالا یا به خیانت شده یا تمام شده یا هر چیزی کاری نداریم یه شکستی خورده و تو به عنوان یه دختر که حالا نمیدونم خودت داشتی تجاهشو یا نه میخوایی که کمکش کنی میخوایی بهش یه دوتا راهنمایی بدی بگی مثلا خانم ایکس اینجوری کن اینجوری کن حالا دنیا دیگه تمام هم نشده که چی بهش میگه اصلا کجا شروع میکنی به نظرت اولین چیزی که یه آدم یعنی اول اتفاق بعدی که یه آدم بعد از تمام رابطه واسش میفته چیه که باید دست گذاشت روش ام... قطعا که برای همه پیش اومده <applause> برای من هم مستثنا نیست همه ما دوست داشتن رو تجربه میکنیم تو روند زندگیمون عاشق شدن و فارغ شدن و همه اینا اولین چیزی که فکر میکنم مخصوصا تو ایران خیلی زیاده اینه که آدم ها خودشون رو دوست ندارن چرا؟ به خاطر اینکه تو تو ایران اون قدری نمیتونی شکوفا بشی و اون قدری نمیتونی به خواسته های خودت بها بدی اون قدری نمیتونی قدم های درست برداری و جامعه به تو اجازه نمیده که حتی تو تفریح بکنی حتی بفهمی چه تفریحی دوست داری بفهمی خاصت از زندگی چیه ناخداغا تفریح جوون ها میشه داشتن دوست پسر و دوست دختر یعنی تو اگه اونو نداشته برن باشی کافه برن اصلا تو اگه اونو نداشته باشی چی داری چیزی نداری، باید اون چیزها رو خب خودت درست بکنی خب یه نفر مم. میاد ساده ترین راهش رو انتخاب میکنه میگه اوکی من بیکارم، کاری ندارم برم دوست به سر بگیرم برم با یکی یه توی و حالی قرار بگیرم شاید روزم رو پر بکنم مم. میتونی؟ آله. ما متاسفانه نمیتونیم اونقدر اهداف مشخص تو ایران داشته باشیم هدف میشه رابطه اینجا از دوست داشتن خودمون از اینکه اصلا ما از زندگی چی میخوایم چارچوب های خودم چیه جا میمونیم مخصوصا تو دخترها بیشتر دنبال اینن که آیا یکی دیگه منو تایید میکنه <applause> یعنی من خودم تو دوستان باهاش مواجه میشم تو خودم باهاش مواجه شدم تو اطرافیان باهاش مواجه میشم دنبال تایید از جنس مخالف میگردیم <applause> منو دوست داره اون جنس مخالف یعنی هر کسی میتونه باشه نه صرفا دوست پسر یا یک تو دخترها باشی... بیشتره تو پسرها کمتره پسرها اعتماد به نفسشون یکم بیشتره یکم بیشتر خودشونو دوست دارن چون از بد به تولد پسرها در ایران بیشتر تایید میشن تا دختر سالاری وجود داره همین باعث میشه که دخترها عموما دنبال اینن که پارتنرم منو دوست داره هم. منو تایید میکنه چاق نشدم لاغر نشدم میدونی آره. همش ما دنبال تایید گرفتنیم کسی از خودش عموما راضی نیست و کسی عموما خودش رو اونقدر دوست نداره و زمانش رو تایمش رو بهش اونقدر بها نمیده من فکر میکنم مشکل از جایی شروع میشه توی روابط که ما از دوست داشتن خودمون میگذریم و این رو تقدیم میکنیم به پارتنرم <applause> یعنی چی؟ یعنی اینکه من مثال دارم بهت میگم تو روز خب راحت ترم که خونه بشینم غذای خودم رو بخورم غذایی که خودم درست میکنم و بخورم جای مثلا برم ورزشم رو بکنم و... خوبه؟ بله وسط دیدی و یا سو... صح... جدی؟ من اگر که اکاس اصلا غذاهای شمالی که واقعا خفنه من ده. اگر که اکاس نمی شدم و خب چون, الان ورزش میکنم و رژیمم و دائم غذاهای رژیمی میخورم و دیگه کار عجیب غریبی نمیتونم انجام بدم اگه اکاس نمی شدم قطعا آشپز می شدم آشپزی خیلی خوبه. بگم از آره. و که خفن یعنی من خیلی چیزا, چیزا درست میکنم سوشی درست میکنم همه چی درست میکنم, بله. میکنم. آره بخوام درست کنم درست میکنم الان به خاطر وضعیت رژیم و اینا خوب درست میکنم ولی ما خیلی وقتا راحتیم که مثلا تو یک روز بخوام برات مثال بزنم صبح بیدارشیم کار شخصی خودمون رو انجام بدیم بله. اما میایم خودمون رو به خاطر پارتنرمون تو شرایط سخت قرار میدیم و از شرایط راحت خودمون میگذریم همونجا داریم به پارتنرمون اینو میگیم ببین من یه انسانم مثلا چی اگه باید مثال می هم می گیم. اینو می خوا... در واقع اینو داریم به پارتنرمون نشون میدیم که ببین من یه انسانم با تمام توانایی هم با تمام چارچوب هم با همه چیزی که دارم اما حاضرم از خودم بگذرم تا تو الان راحت باشی آدم مقابل تو چه اتفاقی براش میفته میگه بابا من که چقدر پس من آدم من آره. که این داره خودش میگذره مثال بخوام بهت بزنم قضا درست کردم آقا مثلا من دلم نمیخواد الان دو ساعت تو آشپزخونه باشم قضا واسه یه نفر درست کنم ولی مثلا بیام یه همچین کاری رو انجام بدم ناخداگاه دارم میگم ببین من با تمام اینکه خستم الان ادیت دارم کار دارم میخوام استراحت کنم و همه اینا میام این کار رو براتون انجام بدم حالا این از خودگذشتگی خوبه اما تا کجا تا چه اندازه آره دیگه باید تعادل حفظ به خاطر ما با روابطی مواجه میشیم که اول رابطه یه نفر بالاتر یه نفر پایینتر به مرور زمان میری جلو میبینی اون آدمی که تو در واقع همیشه داشتی رابطت و مدیریت میکردی و همه چیز داشته درست پیش میرفته یهو به تو خیانت میکنه بعد یهو برات سوال میشه میگه بابا این چرا به من خیانت کرد مردها تو رابطه متاسفانه تو ایران چه کاری انجام میدن با یه دختر خوشگل خوشتیپ دختری که از خوشایی خوشایی که از خودش محتوا داره تولید میکنه داره خودش رو نشون میده زیبا موفق دوست میشن بعد میگن نکن این کارا رو بعد با همون آدم دوست میشن به اون دختر میگن نپوش نکن نخور این کارو نکن اون کارو نکن اون دختر من واقعا یه متن این قضیه نوشتم خیلی هم وایرال شده دقیقا همینو نوشته بودم که اون دختر با اون توانایی با اون زیبایی آروم آروم منزوی میشه، تبدیل میشه به یک دختری که دیگه آرایش نمیکنه، دیگه به خودش نمیرسه اگر همین کارا رو انجام بده برای خودش انجام نمیده، باز برای پارتنرش انجام میده. اون دختر اون چیزهایی که ماهیت خودش بوده رو از دست میده به خاطر یه نفر دیگه. نه نه. همون آدم این دختر رو میذاره کنام. کنام. میره دوباره یکی شبیه یک همون اول میره دنبال یه دختر واسه همین برای ما سوال میشه میگیم بابا فلانی اومده به من خیانت کرده چرا دوباره رفته با یه دختری دوست شده آره که این شکلیه دقیقا. دقیقا. داستانش اینه بحثم اینه که ما یه چیزی داریم به اسم اعتماد به نفس که اوکی من زیبا من خوشگلم من علم بلم اینو میذاریم که یه بحثی داریم به اسم عزت نفس بله ما چقدر تایممون و زمانمون و ورزشمون اگر که انجام میدیم چقدر برامون مهمه من الان شخصا به خاطر ورزشم حاضرم مسافرت نرم تفریح نکنم چرا چون انقدر اون ورزش برای من مهمه به خاطر هیچ کسی اون یک ساعت و نیمی که در طول روز ورزش میکنم رو از همین الان اعلام کنم آره بدونید آره بدونید اون یک ساعت و نیم تایمی که من ورزش میکنم رو با کسی بیرون نمیرم مسافرت نمیرم یعنی من باید اونو داشته باشم یاد مم. گرفتم که باید داشته باشم چون من اگر در طول روز با, کار رو با به کارا و روتینی که دارم نیام اون ارزشمندی رو برای زمانم قائل نشم و هی به خاطر یه نفر دیگه از چارچوب ها و خط قرمز های خودم بگذرم اون آدم یهو یه به خودش میاد اعتماد به نفس و عزت نفس خودم رو دارم به اون تزریق میکنم اون آدم حق داره از یه جایی به بعد فکر کنه من در حدش نیستم و دمشکم باید این فکر رو بکنه بله. چون من این اجازه رو بهش دادم که متوجهش کردم که ببین تو من خیلی خوبم ولی منی که انقدر خوبم حاضرم به خاطر تو این تو تو بس ببین کی لا, تو پس تو دیگه خدایی خدای. نه آره. رابطه سالم من زمان خودم رو دارم تایم خودم رو دارم خط قرمزهای خودم رو دارم تو خط قرمزهای خودت داری به هم باید احترام بذاریم چرا باید یه جوری بریم تو همدیگه که همه چیمون هدفمون یادمون بره دقیقاً و من مواجه میشم با دوستان با روابطی که طرف به خاطر ارتباطش کار نمیکنه بسیاری از هدفهاش و همه چیزش رو ازش گذشته تو اون رابطه میمونه حالش خوبه بعد اون رابطه تموم میشه. تازه میشه. میفهمه، تازه میفهمه که میتونسته چه کارهایی انجام بده نداده. به خاطر همین خیلی وقتا یه سری روابطی میبینیم که بعد تموم شدن رابطه تازه اون آدم شکوفا میشه. آره, آره تازه میاد بالا، تازه میگه وای من چه کارهایی میتونستم بکنم به خاطر دلیبا. این آدم نکردم. آقا با هم باشین، اون کارا رو هم بکنید. این دیگه برمیگرده به 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 فرهنگ و شعور اون دو نفری که توی اون رابطه هستن و یه چیز خیلی باحالی که گفتی حالا چون جفتمون دوستای مدل و نمیدونم اینفلوئنسر اینا زیاد داریم من خوب خیلی دیدم که طرف حالا دخترش مثال میزنم که دختری بوده مدل به قول تو خوشتی خوشگل خوشیکل همه چی مثلا خود عکس بعد با یکی دوست شده آره پیجتو تو مثلا خودت عکس نذار عکس مثلا حالا پوشیده بذار نمیدونم سر فلان پروژه اگه عکاسش پسره نرو اون یکی ال بل فلان هی طرفو محدودتر و محدودتر و محدودتر میکنه دخترم تم میده به این قضیه و یه جا به خودش میاد میبینه همه فیمش رفته خوشگلیش رفته روحیش رفته بالاخره میدونی این کار مخصوصا مدل ها یه گلن تایمی می‌بینه میبینه گلن تایمه تموم شده بعد رابطه تموم میشه حالا ما مثال یکی رو میزنیم که پیجی داره دیگه بعد که به خودش میاد و اینا رابطه تموم شده میره اصلا کسی نمیخوادش واسه من کار واسه چیزی. به اون پسر و به اون دختر یه چیز دیگه میشه بگم قبل اینکه اینو یادت نره من یک یه دوستی داشتم خب این همیشه با دختر بلوند دوست میشدش بعد با دختر بلوند که دوست میشد چون خب بلوندای زر بیشتر جلب توجه میکنن حال بخاطر ظاهرشون و اینا گیر میداد به دختره که آره خیلی هم غیرتی بود و اینا گیر میداشتش که آره برو مواتو مشکی کن لباس پوشیده پوش فلان این هرچی دوست داشت کنی. بلوند بود بعد همشون مشکی میشدن بعد از یه تایمی بعد یه مدتی دقیقا باهاشون تمام میکردم با میرم با یه دختر بلونده دیگه اصلا من بهش تو مریضی الان مگه میشه خب چرا بذاری همون بلونده بمونه بعد تو تو با این اینجوری دوست شدی این مثلا یه دختری بوده حالا بلوند بوده حالا اصلا باز میپوشیده پوشیده میپوشه هر چیزی تو با این آدم اینجوری دوست شد تو یعنی اینو خوشش میاد بعد چرا میای تغییرش میدی به یه چیزی که خودت هم دوست نداری بعد دل تو میزنه میری با یکی دیگه من اشاره بکنم آرده. به اون پسر و اون دختر یک شما وقتی که علاقه های یه نفر رو ازش بگیری ماهیت ظاهریش رو ازش بگیری ماهیت روانش رو ازش بگیری نه اون آدم بعد یه تایمی تو رو اونقدری دوست خواهد داشت نه اون دختری که تم به این چیزها میده بعد یک مدتی خودش رو دوست خواهد داشت و نه اون رابطه به جایی میرسه چون اگر هم ادامه پیدا میکنه مریضگونه و بر پایه یک سری وابستگی های بسیار احمقانه ای ادامه پیدا میکنه یعنی اصلا چیزی نیستش که ما فکر کنیم اگر یه نفر داره با ما این کار رو میکنه ما رو دوست داره کسی که تو رو دوست داره عاشق اینه که موفقیت تو رو ببینه تو کسی که تو رو دوست داره دوست داره تو رو زیباتر و زیباتر هم. ببینه کسی که تو رو دوست داره انقدری به تو عشق میده که میدونه و انقدر اطمینان به تو داره که میدونه تو تو هر جایگاهی که باشی در واقع مال اون آدم هستی و نیازی نداره که این کارو کنه اون پسری که این کارو میکنه عدم عزت نفس رو داره داره. نفس نداره نه آره. اون دختری که تن به این کارا میده عزت نفس داره و این قضیه تو ایران زیاده به خاطر اینکه بر میگرده به اینکه ما در ایران هدفمندیمون کمه ناخداگاه من وقتی از صبح که بیدار میشم انقدر کار دارم تا شب <applause> ناخداگاه وقتی که هدفم خیلی واسم مهمه بزرگه و چارچوبان برام مشخص تعیین شده هستش ناخداگاه نمیتونم اجازه بدم یکی بیاد اونا رو از من بگیره ناخداگاه کسی رو انتخاب نمیکنم. یکی بیاد الان به من بگه سرور این شکلی نباش مثلا اینجوری هم که داداش چی میگی؟ با کی کار داری؟ با کی کار داری برو از همون بری که اومدی برو یه نکته بگم این بحث رو ببندیم آره یه چیزی که من بهش شخصا رسیدم به مرور زمان اینه که هر آدمی پیام داره من فکر میکنم انسان به وجود اومده به یه رسالتی به یه تکاملی برسه آفاره. دقیقا. و تمام چیزهایی که توی مسیر ما وجود داره شاید من حتی پنج سال دیگه عکاس نباشم خاننده باشم اما باید توسط عکاسی خودم رو نشون بدم که شاید بتونم بعدا توسط این اجتماعی که دور خودم جمع کردم به اون خانندگیه برسم بله. مثال هر آدمی که وارد زندگی ما میشه از دوست پارتنر همکار هر کسی که وارد زندگی ما میشه به ما بدی میکنه به ما خوبی میکنه پیام داره تو اگه اون پیام بگیری وارد استپ بعدی میشی یعنی یه جورایی امتحان تو قبول میشی یه سری از آدمو براشون سواله چرا همیشه یه آدم این شکلی میاد تو زندگی من چرا هر کی میاد تو زندگی من با من این کارو میکنه چرا هر کی میاد تو زندگی من به من خیانت میکنه مم. روابط آدمایی که تو زندگی تو میان مثل امتحان پایان ترم مدرسه و دانشگاه است تو یا اون امتحان رو قبول میشی پیام اون آدم رو میگیری میفهمی که این آدم برای تو مناسب نیست و نباید با آدم این تایپی ارتباط دیگه داشته باشی نفهمی خدا یا هر کسی که اون بالا هست دوباره ی آدم این شکلی میذاره سر. طبعا. انقدر میاد انقدر تو مواجه میشی با آدم این شکلی که یه جایی بگی بابا من فهمیدم غلط بکنم با آدم این شکلی در ارتباط باشم آدمها آدم ها پیام دارن پیامشون رو بگیریم خدافز کسی که تو رو دوست نداره کسی که به تو خیانت میکنه کسی که به تو بها نمیده ارزش نمیده تو رو اونجوری که هستی دوست نداره ارزش این که تو یک ثانیه از اون زمان گرانبهای زندگیت یه مثال بزنم دوباره آره بخشید. من وقتی که ورزش میکنم آخر ورزش خب همه میدونیم حالا با... 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 من این کارو میکنم باید رو پلانک باشی میری رو پلانک رو پلانک هستم تایمر گوشیمو روشن میکنم تا اون تایم رو پلانک بمونم ببینم چند دقیقه میتونم رو پلانک بمونم بله وقتی تایمر گوشیم روشنه و خب تو پوزیشنی هستم که فقط دارم تا... تا... تایمر رو میبینم میبینم این ثانیه چقدر داره زود میگذره یعنی اون ثانیه زندگیت باید انقدر برات مهم باشه و ببینی وقتی که میبینی انقدر زمانت داره زود میگذره انقدر باید بهش ارزش بدی که اجازه ندی مغزت روانت قلبت یک ثانیه توی چیزی بمونه که مال تو نیست اونی که مال تو باشه اونی که تو رو بخواد هر از, از هر دری بدیش بیرون از, یه، از در میره بیرون از, از پنجره, پنجره, میاد تو آقا تتن. یه جایی میاد آره اونی که نخواد باشه خودتو بکشی نیست اون تایمی مم. که داری خودتو میکشی تایمیه که میتونی ورزش کنی میتونی کتاب بخونی میتونی کار کنی میتونی به عدفات برسی حالا دوست داری خودتو براش بکشی برو بکش دو روز دیگه نه یا بگو که من چرا زندگیم اینجوری شد دقیقا. اون آدمی که بخواد بمونه میمونه اون اونایی هم که نمیمونن مرسی ازشون که بودن تشکر میکنیم ازشون که هستن و بودن و به ما آسیب زدن یا نزدن اومدن و رفتن چون پیام داشتن پیامش رو گرفتی تموم شده نگیری انقدر میاد پیامش رو بگیری مرسی امیدوارم که کسایی که این مشکل رو داشتن یا پیش اومده بتونن یه استفاده خوبی واقعا از این حرفای مفیدی که تو زدی بکنم امیدوارم دوستم یه کوچولو حالا بحث رو عوض بکنیم چون کانسپت این برنامه کلا موفقیت و ما با آدم های موفقی مثل خود شما صحبت میکنیم و منظورم از موفقیت میدونی عزیزان بزرگی مثل حالا پروفسور حسابی نیست که خب دیگه دیگه در موفقیت موفقیت که خودمون خودم خودت پایه مقطعی تو زندگیمون کسب کردیم که هزار یک چیز میتونه باشه دوست دارم بدونم سرور خودش یعنی خودمون بهتر از همه میدونیم که کلید موفقیتمون چی بوده تو خودت کلید موفقیت خودت رو چی میدونی میگی چه کارایی رو کردم یا چه کارایی رو نکردم که امروز تونستم به موفقیت های هرچند بزرگ یا کوچیکی که داشتم برسم در واقع موفقیت یعنی این که تو یه نقطه رو مشخص میکنی آره، و به نقطه برسی یه موقع نقطه تو خریده یه لیوانه بله. یه موقع نقطه تو خریده خونه دقیقا من منظرم همین ف... آره. توضیح دادم چون الان یه سری میگم دقیقا. اگه تو میگی مثلا خانم ایس من کنم که آدم از بیل کیه مثلا من اعلام کنم که آدم چون دیدی که آدم های حرف مفتر هم همیشه زیاد <تصفح> من همینجا اعلام کنم که خودم رو شخصا در حال حاضر آدم موفقی نمیبینم نه به خاطر اینکه بخوام چیز کنم نه واقعا شکستان. هنوز اون آره ببی... اتفاقایی که میخوام به هر جایی برسیم که برسیم باز دوست داریم بریم بالاتر این نقطه رو مشخص میکنی بحث اینه که این اون نقطه حالا اینکه موفقیت از زه، تو ذهن من چه معنایی در واقع داره یا سوال میشه یه بار دیگه بپرسی ببین دوستانم کلید موفقیت ام. سرور رو بدونم مثال میگم و مثلا من تو خودم میگم که من آدم میگم که مثلا پشتکار دارم آدم میگم که تلاش میگم خودم از دایره هم مثلا میندازم بیرون موقعی که فلان 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 مثال دارم میزنم. تو تو چی میبینی؟ من احساس نیازم رو خیلی جدی میگیرم هم. فکر میکنم اصلا حرکت زمانی اتفاق میفته که تو احساس نیاز به یه چیزی داری یعنی چی؟ یعنی اینکه من الان از نشستن اینجا راضی باشم تا ابد میتونم اینجا بشینم حس نارضایتی، حس کم بود، احساس نیاز رو ما چقدر جدی میگیریم. من وقتی که آیفون 6 اس رو مادرم برام خرید و آیفون جدید اومده بود، دلم اون آیفون جدید در رو میخواست. بله. و به این فکر میکردم که خانواده من با توجه به اینکه کارمندن، زندگی عادی، خوب و روتین خودشون رو دارن. تا کجا قراره برای من هر آره. آیفون جدیدی که اومد رو بخرم اصلا از جایی به بعد واقعا وظیفه این من فهمیدم که من چه استایل لباسی دلم میخواد بپوشم تو چه خونه ای دوست دارم باشم و همه اینا رو مشخص کردم و نوشتم و الانم برام مشخصه که قرار زندگیم چه شکلی باشه دقیقا تو زمانی از این پله که توش هستی وارد پله بعدی میشی که پله قبلیه روش خار در بیاد پا تو بزنه اذیتت کنه بهت آسیب بزنه و بخوای از اون موقعیت خودتو در ببری و نترسی وارد پله بعدی بشی احساس نیاز توی ما حرکت رو به وجود میاره ما یه سری آدم داریم که نشستن میگن ما ماشین خوب میخوایم من دلم میخواد فلان چیزو داشته باشم من دلم میخواد فلان چیزو داشته باشم اوکی تو نیازش رو داری برای اون احساس نیاز چقدر چیکار داری میکنی آره چیکار داری میکنی وقتی که ما از شرایط فعلیمون ناراضی هستیم نارضایتی رو جدی بگیریم بله فکر بلده. نکنیم که زندگی قرار این شکلی بمونه آدم های بزرگی که تو دنیا وجود دارن همشون ماییم یکی مثل منه یکی مثل توه یکی مثل امیره هم. همه آدم های بزرگ یه زمانی از یک پله پایینی اومدن بالا این چیز طبیعیه واسه همه هستش بلده. اگر از زندگیمون ناراضی هستیم حالمون یه جایی بده فکر نکنیم که قراره تو اون موقعیت بمونیم و کاری باشن بده دیگه زندگی من همین دیگه آره. شده دیگه. دیگه من, من سرنوشتم همین بوده سرنوشت من خدا برای من یه دایرکت عجیبی من داشتم چند وقت پیش تازه یادم اومد یکی بهم دایرکت داد من تایم اولی که مهاجرت کردم گفت چرا اینقدر صحبت میکنی خودتو مهاجر کرد مهاجرت کرد یارو یعنی مگه چیکار کرد چرا انقدر نشون میده خدا برای تو خواسته به تو پول داده که تو زندگیت این باشه خدا واسه ام. من نخواسته همونجا دیلیتش میکردی خدا برای من نخواسته چیزی نیست که برای تو بخواد برای ایکس بخواد برای ایگرگ نخواد تو خودتی که برای خودت ام. میخوای خودتی تو میخوای... که برای خودت قدم برمیداری تو آره. من اگه بخوام بگم به خواسته هام رسیدم یا به خواسته هایی که تا الان داشتم رسیدم یه سری خواسته داشتم مشخص مم. اون موقع دارم خواست خونم رو عوض کنم استودیو بزنم زدم میخواستم مهاجرت کنم مهاجرت کردم میخواستم اکاسی کنم آره میخواستم مثلا دوربین رو دوست داشتی به میخواستم دوربین اتفاقا خیلی دوست داشتم خریدم قسطی خریدم ولی خریدم خب یه سری چیزای مشخصی داشتم که انجامش دادم اگه بخوام بگم دلیلش چی بوده دلیلش این بوده که وقتی حالم خوب نبوده تو اون موقعیت نگفتم که سرنوشت من همینه نگفتم اینه نه از نارضایتیم استفاده کردم گفتم این لیاقت من نیست من نباید حالم بد باشه مم. من نباید توی این پله بمونم من وقتی که این موقعیت داره اذیتم میکنه باید سریع ازش در برم حالا این موقعیت یه وقتی تو کارمه یه موقع تو رابطه است یه موقع تو شرایط زندگی ده. یه موقع پیش خانوادته باید نارضایتی رو جدی بگیریم و حالمون بده رو جدی بگیریم و تلاش کنیم برای اینکه از اون موقعیت خارج بشیم هلا. ممکنه هم نتیجه نگیری اما تهش که اول صحبت هم اشاره میکنم تهش تلاشت رو کردی یه چیز دیگه ها. بگم کچون آره, آره من تایمی که میخواستم کلاس آموزشی بذارم خیلی ها بهم به گفتن این کار رو نکن و خیلی ها بهم گفتن که آموزش نه آموزش عکاسی آره خیلی بهم گفتن نه تو مگه فلانی که بیای این کار رو بکنی شاید هنوزم بگن اما به جرأت میتونم بگم به جرأت میتونم اولا اینکه من عاشق آموزش دادنم عاشق اینم که یه چیزی رو یاد بدم یه چیزی رو منتقل کنم مثلا توی شخصیت شناسی من یکی از چیزهایی که اصلا نوشته نوشته تیچر یکی که من تو شخصیت شناسی نوشته روانشناس تیچر و سه ستاش هم انجام دادم رشته آره روانشناسی بود درونت باشه مثلا من خودم آموزش دادن رو زیاد دوست ندارم مثلا نمیتونم من عاشق اینم من یه چیزی یاد دارم. بدم یعنی فرای هر چیزی عشقمه دوست دارم تا که با بچه ها سر کلاسم بچه‌ها میدونن با عشق می واقعا خودم اصلا بهم خوش میگذره خیلی ها به من گفتن این کارو نکن ولی من گفتم من اینو گفتم گفتم من یه دوره میذارم اگر خروجی اون دوره خوب نبود و اگر که اوکی نبود دیگه دوره بعدی رو نمیذارم اگه خوب بود ادامه میدم یکی از تلاش میکنم تلاش میکنم یکی از چیزهایی که تو زندگیم به من کمک کرده یکی از دلایلی که اینجا هستم همون آموزش دادنمه آره دقیقا همینه همین میگن که تو قدم بذار و هیچ مپرس داستان میگه یعنی <applause> قدم تو بردار تلاش تو بکن حالا مرزی. یا میشه یا مرزی. اصلا وقتی خودت میبینی اصلا یعنی چیزی که گفته خیلی درسته تو حالا آموزش اول تو گذاشتی اصلا شاید میدیدی تو حال نمی کنی با اصلا آموزش دادن امتحان کنیم کار مختلف و بریم دست بذاریم امتحانش بکنیم نشد کار بعدی نشد راه بعدی م. ما همینطوری نشستیم 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 بعد میگیم وای چرا نمیشه وای چرا اتفاق نمیفته دقیقا دوستانم ته قضیه رو با هنری که جفتمون دوست داریم و انجام میدیم و بچه‌ای که میدونم دارن نگاه میکنن این ویدیو رو تموم بکنیم اینکه یکی اینکه که بهم کوتاه بگو که همیشه از چی الهام میگیری واسه ایده های اکساد. اصلا ایده از کجا میادش چون کلا ایده هایی که میزنی با حال مثلا بعد یه, یه چیزی که من خیلی خوشم میاد تو کار تو با چیزهای خیلی ساده مثلا یه عکس داری بهت گفتم مثلا یه دختری یه ظرف اصل فکر کنم آره بعد اون اصله خودش خوش رنگ شده تو عکس بعد یه رفله با حالی داده تو صورت مدل و خیلی خیلی ایده است عکسایی که خیلی تو کلاس هم واقعا صحبت می‌کنن آره و این که مثلا همه فکر می‌کنن ایده خفن واو الان بعد برن چه تجهیزاتی من ولی تو با یه ظرف اصل این کارو کردی چیزی که در دست همه آینه هست. بوده البته آ... آینه بودش آ... اوکی. اوکی این باحال ترش و خیلی ساده و با حال چیزی که در دسترس همه هست ولی هیچ کسی من تا حالا ندیده بودم ازش استفاده بکنه و تو این کارو کردی کلا از چه چیزایی الهام میگیری خب من فکر میکنم هنر خیلی سلیقه‌ایه یعنی خود عکاسی که در واقع تو هم آگاهی داری نسبت بهش هر کسی یه سلیقه‌ای داره مم. من نمی‌خوام سلیقه یه نفر دیگر کنم یه نفر خیلی کارهای صنعتی دوست داره مم. خیلی کارهای های فشن دوست داره دوست داره برد. نور پردازی بکنه مصنوعی کار بکنه با نور مصنوعی کار کنه یه چیزی بگم خیلی نکته قشنگ گفتی و خوب شد الان میشه راجع به می صحبت بکنیم اینکه من همیشه معتقدم من خودم قبلا اینجوری بودم که این عکاسه کارش خوب نیست یا اون خوبه یا, یا یکی دیگه من کار من خوب هست یا بده خیلی سلیقه یعنی من واقعا دیگه فقط میتونم بگم کار فلان عکاس تو سلیقه من نیست من هم اصلا همیشه نمیتونم نقدش کنم اصلا نمیتونم بگم اون کارش بده بنا به هر دلیلی و من فکر میکنم سلیقه است سلیقه من یا بخوام بهت بگم من از چی الهام میگیرم من کلا ارتباط گرفتن رو با آدم ها دوست دارم صحبت کردن با آدم ها رو دوست دارم آدم اجتماعی هستم مهم. اینجوری بگم از هنرم دارم استفاده میکنم با آدم ها صحبت کنم آدم های عادی که دورور ما هستند خب همه زندگی رئالی دارند تو واقعیت زندگی هستند به خاطر همین که عکاسی من دقت کنی کاملا رئاله و در جریان زندگیه یعنی مثل تو وقتی که من خودم وقتی که عکسامو میبینم یا وقتی عکسامو ورق میزنم یه حسی به هم منتقل میکنن احساس میکنم دارم جریان زندگی که تو اون لحظه ثبت شده رو میبینم اینکه از کجا الهام میگیرم خیلی عکس میبینم قبل پروژه ها میرم یه عالم عکس میبینم اون ایده ای مثلا همون عکسی که گفتی ایده ای آینش از یه عکس ایده ای اصلش از یه عکس دیگه نمی‌دونم فیلم می‌بینم به کاترهای فیلم‌ها توجه می‌کنم به رنگبندی فیلم‌ها توجه می‌کنم میگم این چه رنگ جالبی داره منم بیام تو عکسم از این فیلم استفاده کنم فشن می‌بینم یک سر تو ریسرچ و داستانای این شکلیام اما هر کسی توی به نظر من هنر سلیقه‌ای داره تو عکاسی هم سلیقه داره سر. من کلا همه چیز رو رئال و طبیعی دوست دارم از بزرگنمایی خوشم نمیاد دوست ندارم کارهای اگزاجر انجام بدم و دوست دارم دقیقا اون چیزی که تو میگی در عین سادگی تصویرم صحبت بکنه یعنی تو قبل از اینکه کپشن و متن عکس من رو بخونی با ورق زدن اکسا احساس کنی یه سی ثانیه زندگی کردی اون تصویر رو این چیزیه که من دوست دارم تو عکسم اتفاق بیفته امیدوارم که توش موفق بوده باشم آره آره ولی این چیزیه که من دوست دارم و هی بری جلوتر موفق ترم توش میشیم حالا راجع این داستانه که گفتی چون دقیقا حالا من جدیدم بیشتر دارم میبینم اینکه که دقیقا یه داستانی رو داره و اسلایدی میذاری و حالا میری جلتا یه چیزهای دیگه میبینی مثلا یکی از اکس که میکنم جز پستای آخرت بود که یه دختر پسری هم که یه سری نورای رنگی داره و ورقی میزنی یه سری سری متفاوت داریم واسه اینکه کسایی که دارن برنامه میبینن بهتر متوجهشن خودت میتونی یه داستان اون اکثر رو بگی که اصلا اون داره چییا رو میرسونه و منظورش چیه در واقع اون دوتا تا کاپل دو تا, دو تا دوستای من بودن حالا بد... بچه ها برید تو پیج سرور بگیرید دیگه من چون معمولا چیزی آره. تو پادکست رو صفحه نمیذارم که بچه ها بتونن بزنن ببینن و همسرش بودن, بودن, دو هم بودن که من در واقع پروژه جدای اصلا با دوستم داشتم که حالا بعدش خواستم که ازشون عکاسی بکنم من فکر می کنم که ما عشق رو یا عکسای مخصوصا کاپل ها رو اشتباه نشون میدیم ما هیچ وقت من, من حداقل نمیبینم که مثلا تو عکسای عروس‌تامات دیدی مم. واقعا تو از اون اکسا واقعیت زندگی اون شخص, رو، اون شخص رو ببینی و واقعا احساس کنی توی اون عکس عشق و دوست داشتن وجود داره حداقل کمه مم. من چیزی که تو اون تصویر خیلی دوست داشتم اتفاق بیفته در واقع یک بعدی از زندگی این دو نفر بود که خیلی در واقع با توجه به روحیاتی که ازشون میشناختم گرما اون عشق میخواستم این احساس رو القا بکنم با رنگبندی که استفاده کردم با اون نور در واقع قرمزی که هست اون نور گرمی که وجود داره نشون بدم که من دارم از بیرون از یک کادر پنجره مثال که حالا اونجا آشپزخونه بود از یک کادری صرفا عشق رو میبینم اون پشنیت عشق رو میبینم بینم. <applause> چقدر ما میتونیم دو تا کاپل رو یا عشق رو درست به تصویر بکشیم نمیگم حالا من صرفا اومدم دقیق و درست به تصویر کشیدم ولی حداقل تلاش کردم که یک جور دیگه ای دوتا کاپل رو نشون بدم که حداقل تو ایران نمی بینم که کسی <applause> <applause> اینجوری بیاد نشون بده عموما فیک عموما چیزایی که پوز که همه انجام میدن آره و فلان کنی فلان کنی اینا برای من کلیشه‌ای بود و من همیشه دنبال یه چیزی هم که میبینم همه دارن اینو برای همه دارن یه کاری انجام میدن من سریع برم ببینم چه کاری کسی انجام نمیده که آره، من انجام میکنم آره هم مشخص خیلی همون کارات واقعا با بود. خیلی آره مطلع بذاشتنشو خیلی, خیلی شد, خیلی شد. خیلی آره دمت هم گرم واقعا و برای من تو نمیخوام بگم استوری عجیب غریبی داشت صرفا میخواستم عشق رو نشون بدم هم. و فقط همین مرسی هم. <تصفح> خواهش میکنم <تصفح> 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 سرور دمت گرم خیلی حرفای خوبی زدیم واقعا باعث افتخار بود برام که شما تشریف بیاری اینجا و حرفای خوبی زدیم همه چی خیلی خوب بود حالا من خیلی دوست دارم با کسایی که مثل خودت یعنی کارامون به هم مرتبطه در آینده حالا بتونیم یه نشستایی بذاریم و یه ذره تخصصی در بریم راجع به یه سری کارا صحبت بکنیم یعنی بیشتر خیلی راجع به هنر صحبت بکنیم حالا امروز دوست داشتیم که یه چیزی باشه که هر کی می‌بینه یه خوبی ازش یاد بگیره تا هم خیلی خوب هم. آره صحبت کرد و خیلی خوب بود دمت گرم زیاد پر حرفی کردم لذت بردیم ما استفاده کردیم منم خیلی لذت بردم از هم صحبتی و امیدوارم همینطوری موفق تر باشی هی hey, هر روز ازت کارهای خفندتر ببینیم هی hey, همکاری با برندهای خفنتر، تر های خفن hey, هی از پایین که پیج آدم میبینم جوری <تصفح> بالا هی hey, این سیر صعود و هی hey, آدم میبینه و بره بالا کلی خسته نباشی و مرسی که بچه‌ها اگر که تا اینجا ویدیو رو دیدن کلی من ازشون ممنونم. امیدوارم که صحبت‌های ما برشون مفید بوده باشه و واقعا استفاده کرده باشن. همین. امی مرسی تا اپیزود بعدی چاکرم خدافظ. <laughs> من <این> برام <laughs>